از بزرگ شما امروز میرسیم به این قسمت ششم مصاحبه آقای سرلشکر منصور قدر که دیگه اون موقع ایشون سفیر بوده، رسما به عنوان سفیر بود در لبنان. از بزرگ شما دو تا پرسش مطرح شد در از برنامه پیشین، یعنی از برنامه قبل، در مورد اینکه چه نوع کمکی، چون صحبت از کمک‌های شاه یا ایران به اردن و ملک حسین میشه در این جنگی که این داشته با نیروهای سوریه و عراقی، سوریه و عراق که هر دوشون تبدیل شده به حکومت‌های بعثی، حمله میکنن به اردن، چه نوع کمک هایی کرده؟ و این مشخص نیست چون ایشون پاسخی نداده و البته مثل که اصلا ازشون سوالی هم نشده. پرسش کننده که آقای افخمی باید باشه. خب ببینید، ایشون اولا یک غیر نظامی بوده، شاید به این مسائل خیلی حساس نبوده یا این نکته های لابلای خطوط بوده واسه میپرسید که نپرسید و او هم پاسخی نداده. اما این کمک ها به نظر من با اطلاعاتی که من دارم بیشتر جنبه مالی داشته و سیاسی. جنبه مالیش که خب همیشه اردن از کمک های مالی ایران به دستور شاه استفاده میکرد و الا اردن یک کشور فقیری بود. جنبه سیاسیش این بوده که ایران با مذاکراتی که با آمریکا کرده بود، حساسیت خودش رو نسبت به اینی که این دوتا کشور حمله کردن به اردن رو نشون داده بود و اظهار نگرانی کرده بود که حکومت اردن و هاشمی امکان داره سرنگون بشه و همین هم بود. اگر شاه مداخله نمی کرد و اسرائیلی ها هم کمک نمی کردن و آمریکایی ها، اردن سقوط می کرد، حکومت پادشاهی اردن سقوط می کرد. به نظر من میانجیگری و درخواست یا فشار شاه روی اسرائیل و آمریکا این کمک ها رو شاملش می شده. حالا اگر پشت پرده چیزای دیگه هم بوده من شخصا خبر ندارم، ولی من در تمام این مصاحبه ها و گفتگوهایی که صاحب نظرهایی که در اون زمان بودن، من دیگه چیزی بیشتر از این هم نشنیدم و الا تا کنونم این بالاخره یه جا در می اومد که مثلا، ولی نیروی نظامی یا هواپیما و اینها ایران نفرستاده تا جایی که خبر داریم. ممکنه به عنوان مستشار با نمیدونم لباس اردنی کسانی رفته باشن، ولی من تا کنون باز نشنیدم که این افسرهای ایرانی مثلا رفته باشن اونجا یک کاری مثلا انجام بدن در داخل اردن به سود پادشاه اردن. یه مسئله دیگه هم، حالا الان در بخش ششم به کمک خیلی مهم اسرائیل به اردن در اون دوران گفتگو میکنه آقای قدر. پرسش دیگه ای که مطرح شده، یکیش این است که من گفتم که شاه پیام میده به برادرم ملک حسین بگید که پاشو از پایتخت بیرون نذاره و مقاومت بکنه و الا سقوط خاندان هاشمی قطعی است. و این پرسش بعدها پیش می اومد که چطور وقتی خود شاه در سال 57 ایران رو ترک کرد به سادگی و رها کرد، همین ملک حسین به شاه پیام داده بود که من حاضرم بیام ایران، با هم بریم داخل مردم و صحبت بکنیم و با ارتش صحبت کنیم، با مردم صحبت کنیم، که شاه نپذیرفت و ترک کرد. اما یه بحثی هست که سال هاست، یعنی شاید مخالف و موافق میگن که مثلا این بختیار بود که شاه رو از ایران بیرون کرد. نه، چنین چیزی نیست. اولا بختیار نه در جایگاهی بود، چون من با آقای بختیار کار کردم، همکاری کردم،
نزدیکش بودم. من نسبت فامیلی از طرف پدرم، پدر بزرگم که بختیاری بود، با خاندان آقای دکتر شاپور بختیار داریم داشتیم، حالا که ایشون زنده نیست. نه ببینید، شرطی که هنگامی که شاه با آقای دکتر صدیقی پیش از بختیار گفتگو میکنه و او رو میخواد، باش ملاقات میکنه و او هم خیلی روک و راست خیلی مسائل رو به شاه میگه، اشتباهاتش رو، دکتر صدیقی شرط میذاره که شاه حتما باید در ایران باشه، از کشور خارج نشه. این شرط دکتر صدیقی بود. و مثلا بره در یکی از جزایر ایران در خلیج فارس مثل کیش که جایگاهی هم بود ساخته بودن، بره اونجا بشینه. خب این فکر بسیار عاقلانه بود، بسیار عاقلانه بود. اگر شاه در کیش بود، هیچ وقت ارتش راها نمی کرد، اعلامیه همبستگی نمیداد و یه تضمینی بود برای اون نخست وزیر. شاه که میدونست باید بره و به او فشار آورده بودن که یا میری یا یه بلایی سرت میاد که دیگه به قول معروف در همینجا خودت و خانوادت مثل داوود خان و مثل ملک فیصل عراق کشته میشید دست جمعی. و شما نگاه کنید، در همون پیش از در آشورا، در گارد شاهنشاهی، در گارد جاویدان چند نفر، 3 نفر، حالا داستان اون که اصلا جدا از این حرف هست، اومدن در سالن نارخوری افسران و دریجداران تیراندازی کردن. خود من بودم، شاهد بودم این مسائل رو. و این یه اخطاری بود به شاه که آقا جان تو گاردت هم میان آدم میکشن، میان میکشن تو همون دوروریات. و این امکانش بود، چرا که خائن همیشه وجود داره حتی در نزدیکان آدم. اما بختیار میاد با شاه صحبت میکنه، فکر میکرد که این حضور شاه و این خانواده سلطنتی، اصولا مخالفا خیلی خشمینن و اینها، خیلی مؤدبانه به شاه میگه که قربان، حالا من قبول میکنم، ولی شما هم اگر بپذیرید که یک مسافرت نسبتاً طولانی حدود 6 ماه به اینا ثبت شده در تاریخ، برید دور باشید بهتره برای مثلا پیشبرد کارهای من و این حرفا. بختیارم از اون روز اول که اومد، یه جوری اومد به عنوان نخست وزیر نیومد، به عنوان صدر اعظم اومد، به عنوان جانشین شاه اومد. اینا رو در نظر بگیریم. من اینی که بگیم بختیار گفته من شرط میذارم حتما شاه، نه هیچ شرطی نذاشته بود، ولی پیشنهاد کرده بود و شاه هم این پیشنهاد رو پذیرفت، برای اینکه خواسته شاه همین بود که از ایران بیاد بیرون. اصلا داستان این بود که آمریکایی‌ها و مخصوصا آمریکایی‌ها فشاری که آورده بودن، وقتی سفیر آمریکا میره اونجا ساعتش رو نگاه میکنه، میگه اعلیحضرت کی میخواین برین، برید مصاحبه آقای چیز رو گوش کنید، اسمش چیه، سرنگ، افسر حفاظت کاخ بود، عشقی پور هست، 2-3 جلسه اون آقای فربودی باش صحبت کرده، میگه من خودم بودم وقتی شاه اومد، چون افسر حفاظت اونجا بود، اینو برده بود و سفیره رو آمریکایی رو داشته میاد که بیاره ببرش راهش کنه بره دیگه. به هر حال سفیره اومده بود برای بازدید شاه. ببین به شاه میگه که اعلیحضرت سرمجلسه کی میره برای تعطیلات، که شاه رنگش سرخ میشه، میگه تو این سرنگه، میفهمه که یه افسر گارد بود دیگه، میفهمه که ای بابا آمریکایی داره دستور میده. بگذاریم، اینه به نظر من زیاد از این حرفا، یا بعضیا خیلی غلو میکنن در مورد نقش شهبانو، که شهبانو اینطور، که شهبانو میخواد خودش بشینه اینا. ببینین این مسائل، شهبانو ممکنه اشتباه کرده باشه، حتما هم کرده در این دوران مثل همه، ولی اینی که اگه بخواد خانواده سلطنتی شاره بیرون کنه خودش بشینه جاشانه، من پسر داییش بشه فلان، نه بابا این شکلی هم نبود که. این مسائل از اون سردرگمی اون جریان اون روزگار برای همه پیش می اومد. به هر حال اشتباه شد دیگه، ما به این روز افتادیم. اما بپردازیم به همه بخش ششم گفتگوی آقای قدرت. این داره اون دورانی رو میگه که در برخوردی بود بین عراق و سوریه، با هم همدست بودن سالها، بعدها اینا تازه با هم دشمن شدن.
و هر کدوم هم میخواست اون میشل افلق و بنیانگذار بعث رو، حزب بعث رو ببره تو کشور خودشون، مثل مثلا این خانم جانا هستن، پیر زنا، این نوا و بچه ها میخوان هر کسی اینو بکشه ببر خونش. این هم یه همچین حالتی بود، چون با رفتن میشل افلق به سوریه یا به بغداد، به دمشق یا بغداد، اونها میگفتن خب دیگه اصل بحث ما هستیم. اینا به حتا دعواشون سوریه ها با عراقی ها این بود که شما اصلی نیستید، شما بدلی هستید. همین چیزایی که الان هم میگن مثلا جمهوری اسلامی با نه این واقعی نیست، این جعلیه، یا کمونیست نمیدونم خلق، اون جعلیه اون اصلیه، با هم هی دعوا میکنن. اینا یه همچین حالتی بود. اما شاه سفارش میکنه به چیز، بگه آقا شما با پیشنهاد میشه به ملک حسین که با نیرو هواییتون حمله کنید به اینها. اما اینها نیرو هواییشون یه هواپیمایی بوده که هاکر هانتر نام داشته. اینا بمب افکن یعنی جت و چیز نبوده، هواپیمای جنگنده ای که مثلا مثل میگ یا F4 و نمیدونم 15 و از این حرفایی که اون زمان بوده، هواپیمایی بوده خیلی کلاسیک و بره با نیرو هوایی سوریه یا با روی واحدهای سوری و عراقی مثلا بمباران بکنه. ملک حسین هم میگه خب اصلا هواپیمایی ما این کاره نیست، چون خود ملک حسین خلبان هم بوده، خلبانی هم بلد بوده، آقا این کاره نیست ما چیکار کنیم. ببینید اینجا معلوم میشه که یکی از کمکهایی که شاه کرده ملک حسین چی بوده. هرچند که کشور اردن به نوعی از نور چشمی های اسرائیله، یعنی اسرائیل همیشه به طور غیر مستقیم و حتی مستقیم نمیذاره که سیستم اردن به هم بریزه. در این کنار مرز خودشه، بسیاری از سرزمینه اردن هم مال دست اسرائیلی افتاده. حتی اون مسجد الاقصی اصلا در ملک، در ملکیت خاندان هاشمیه، یعنی این سند مال اوناست نه مال کسی دیگه، اصلا ملکیت این خاندانه، اینا صاحبشن. این است که قدر اینجا توضیح میده، میگه نمیدونم این ارتباط با حافظ اسد اونجا که تموم میکنه، میگه نمیدونم چه ارتباطی بوده، مقامات آمریکایی داره توضیح میده چه ارتباطی بین اینا انجام شده، مقامات آمریکایی یا مقامات اسرائیلی، و من نمیتوانم تشخیص بدم که چطور این ارتباط بوده و به چه وضع بوده، ولی ظواهر نشان میدهد که این بوده، برای اینکه هواپیماهای اسرائیلی روی ارتفاع 20,000 پا پرواز میکردند، بالاتر از هواپیماهای اردنی، اون هواپیماهای جنگی اسرائیل. یعنی حافظ هواپیماهای هاکر هانتر اردنی ها بودن. این نگاه کنید، یعنی نیروی هوای اسرائیل عملا وارد جنگ شده، حالا ممکنه شلیک نکرده باشه به عراقی یا سوری، اما بالا داشته پوشش هوایی هواپیمای نیروی هوایی اردن رو برقرار کرد. خب یه مسئله مهمیه، و به خاطر همین آمریکایی هم ناوگان ششمشون رو در مدیترانه میارن، در سواحل نزدیک اردن و چیز لبنان، و اونجا همیشه بود ناوگان ششم داشتن حفاظت میکردن. بنابراین با تمام این هواپیمای هاکر هانتری که خیلی کارایی نداشته برای بمباران و جنگ و اینها، نه تنها اردنیا پیروز میشن، صدها تانک و نفربر زرهی رو از سوریه به غنیمت میگیرن و تیراندازی خیلی شدیدی هم به اینا میکنن. حتی یکی از واحدهای عراقی رو که میدونستن عراقیه ولی از پادگانی در سوریه خارج شده بود بمباران میکنن. عراقی ها اعتراض میکنن، میگن که چرا ما رو بمباران میکنیم؟ میگه ما چه میدونیم، عوضی زدیم، دیدیم شما از پایگاه سوریه دارید میاد بیرون، فکر کردیم شما سوری هستید. میبینید یعنی این مسئله خیلی، این خیلی جالبه، اصلا نوع کمکی که تقریبا به این اردن کردن رو مشخص میکنه. بعد یه اشاراتی به فلسطینی ها میکنه، کمپای فلسطینی که در اردن بودن، که همیشه در تاریخ اینو ما خوندیم که این فلسطینی ها، با اینی که میدونید خود اردنی ها در اصل فلسطینی هستن،
نه یکی هستن، پسر عمو هم با هم. ولی متاسفانه فلسطینی ها از هر قوم و تیرشون که بودن، چه اون طرف عرفات بودن چه طرف امام جورج حبش و چپا بودن، همیشه به اردن خیانت کردن. اینو خیلی مسئله مهمیه. با اینی که زن سوم ملک حسین هم یک دختر فلسطینی بود که بعد در یک حادثه هلیکوپتر کشته شد. اما یه مسئله دیگه هم اشاره میکنه، اینم دقت کنید چون مسئله بسیار مهمیه. لبنانی ها یعنی گروه های مخالف، نه حکومت لبنان، مدتی تبلیغاتی که در رسانه های لبنان که تقریبا یکی از کشورهایی است که آزاد بود، الان هم همینه، یک سنتی رو اینها زمانی که مستعمره فرانسه بودن، این فرانسوی ها برای اینا گذاشتن، رسانه‌هاشون خیلی خوب و آزاد و می‌نوشتن که هیچ کدوم رسانه کشورهای دیگه عرب به این آزادی نمیتونستن بنویسن، برای اینکه سیستمشون هم چند قوم در اون کشور زندگی میکرد. این بود که خیلی علیه سرلشکر قدر اینا مطالبی می‌نوشتن مخالفین، و خیلی اینو فقط اون یک جایی هم که فشار می‌آوردن این بود که این نظامیه، افسر ارتش و امنیتیه. منتها امروز نبود. ببینین امروز گسترش اطلاعات و اینفورمیشن به حدی زیاده که بیرون چیزایی در میاد. شما ببینید، فکر نمی کنم عکسی بتونید پیدا کنید از قدر با لباس نظامی، خیلی به ندرت اینا پیش میاد. بعدم که چون افسر اطلاعاتی بوده هیچ وقت این رد رو نمیذاشته. اون زمان مینوشتن ولی مدرک زیادی نداشتن که بگن آقا این مال ساواک بوده یا اطلاعات بوده، با اونا هم کاری میکردن تو وزارت. البته این ایرادی نداشت، برای اینکه پاکروان هم که یه جنرال ارتش بود، سرلشکر بود، سفیر هم بود در فرانسه، هم سفیر شده بود و الان هستن بسیاری از نظامی ها در کشورهای اروپا مثلا غربی یا آمریکا، به طور علنی رسمی در دیپلماسی هم شغل دارن، کار میکنن. ولی اینو خیلی چیز می آوردن که این امنیتی و اینها میخواستن اصلا بکشنش، ترورش کنن. و اینجاست که دولت لبنان هم طبق معمول از همون زمانی که برپا شد قادر نبود امنیت رو حفظ کنه، به خاطر این درگیری گروه هایی که مختلف اونجا وجود داشت. این بود که از تهران یه دسته از به قول اینا حالا میگه رنجر، از نیروهای ویژه بودن، ویژه و برد بودن، یک افسری به نام چیز اسمش هم خلعتبری، سروان بود خلعتبری، این با یه دسته از نیروهای ویژه میره اونجا برای کنترل سفارت و امنیت سفارت، مثل تقریبا نیروهای تفنگدار دریایی آمریکا که در سفارت خونه مسئول حفاظتن، و خیلی هم کارش خوب بوده و خیلی مؤثر و مفید بوده. منتها خب این بیچاره افسر بعدها در جنگ زفار در جنوب در عمان کشته شد. اتفاقا ایشون یک یادم میاد یا آقای بود که فیلمساز بود در ایران به نام این افسر ارتش بود، اون موقع درجه سرگردی هم داشت، بعد اومده و تقریبا بیرون، ایشون در پاریس هم بود، یکی از فیلمسازان معروف ایران بود، امان الله منطقی. امان منطقی هم یه بار رئیس مهنامه ارتش هم بود، چون دست به قلم بود، با آقای بختیار هم همکاری میکرد در پاریس. خب من ایشونو از قبل از انقلاب میشناختم. همین امان منطقی داشت یه فیلم سینمایی درست میکرد از سرگذشت یک دانشجوی دانشکده افسری، وقتی وارد میشه تا میاد بیرون و اینها. این موقعی که ما دانشجو دانشکده افسری بودیم، این می اومد چند بار اومد از ما فیلم برداری کرد، از مراسم و از آموزش و از این حرفا. بعد ما گفتیم برای چی این کار کنه؟ برای تبلیغات دیگه. بعد نه، این قصد یه فیلم سینمایی داشت. بعد ها من در گارد بودم، در مرکز آموزش بودم، در یک گروهان آموزشی، و موقع داشتیم آموزش میدادیم برای اعزام نیروهای، یه تیپ قرار بود از گارد بره، از لشکر گارد، ما سربازاشو آموزش میدادیم، آموزش های جنگی میدادیم برای شرکت در عملیاتی که در زفار بود.
یه بار اومد در یه اردوگاهی بودیم ما در شمال تهران، به من گفتن که شما واحدتو آماده بکن، یا آقایی میاد به عنوان آقای منطقی. گفتم میشناسمش، برای اینکه از قدیم هم تو کار سینما و اینا بود. گفتن ایشون میخواد بیاد یه فیلم برداری، صحنه‌ای رو از واحد شما فیلم برداری کن. خب اون واحد اون موقع داشت آماده میشد که بره زوفار. خیلی جالبه، این از گرفته بود و اونجا من در جریانش بودم. اومد و دوربینشون رو نصب کردن بالای یه دکل یا ساختمونی و بعد از ما خواست که این واحد رو حرکت بدیم و از کارهایی که اون فیلم برداری بکنه برای فیلم سینما. حالا توی اون تیکم بود این فیلم. بعد من یه هم دوره داشتم، رفیق من بود، این افسر چیز بود، همین نیروهای ویژه هوابرد بود و او هم در عمان بود با این سروان خلعتبری با هم بودن و چون عکسایی که به من نشون داد این رفته بود عمان هم از این صحنه ها فیلم برداری میکرد. این سروان خلعتبری و اون بودن، به خاطر این من میشناسم اینو، البته از روی چیز از دور نزدیک نمیشناختمش، که این اونجا کشته میشه. اما یه سری مسائل ریزکاری ها رو میپردازه که در همون منطقه پیش اومده و با آغاز میکنه، این خیلی جالبه، آغاز میکنه پیدایش را یا بگیم ظهور سید موسی صدر به گفته آقای قدر، امام موسی صدر که اومده به لبنان و دیگه از اونجایی که کار شروع میشه و در بخش های بعدی به پایان امام موسی صدر، سرنوشت امام موسی صدر هم اشاره میکنه. این تیکم بخش ششم خیلی جالبه، اینا حتما همیهنان گوش کنید و با اگرم پرسشی هست بعدا من میام، من میخوام بذارم که خود ایشون داره میگه، ولی من اون نکات جالبشه دارم میگم که بعدا بیام در مورد پرسش های شما پاسخ خدمتتون عرض کنم. ظاهرا ارتباط با حافظ اسد بوده و در این خلال هم ارتباط بین مقامات امریکایی، مقامات امریکایی بله یا مقامات اسرائیلی، من هیچ نمیتونم تشخیص بدم که چطور این ارتباطات بوده، چطور به چه وضعی بوده، ولی ظواهر هم نشون میده که این بوده، برای اینکه هواپیمای اسرائیلی رو ارتفاع 20,000 پا پرواز میکرده، یعنی حافظ هواپیماهای هاکر هانتر اردنیا بودن از بالا، بله، که سوریه و عراقی ها نتونند، و نیروی دریایی امریکا هم در ناوکانششون در مدیترانه حالت آماده باش داشتن، ناوهای هواپیما برشون که اگر مراحل بالا گرفت درگیری های بیشتری بود. عطاسی در اون موقع رئیس جمهور سوریه بود، به وزیر دفاع دستور میده که شما کمک پشتیبانی بکنید، میگه ستاد ارتش نیروی زمینیتون بدون جهت وارد عمل شده و ضایعات زیادی خواهید داد، من نیروی هوایی رو به خطر نمیدازم، ما نمیتونیم مقابله بکنیم با اسرائیلی ها و اینها ازشون اسرائیلی ها دفاع میکنن. در دمشق زد و خورد بین نیروی هوایی و نیروی زمینی در میگیره. حافظ اسد که نیروی زمینی هم قسمتی با اون همکاری میکردن موفق میشه کاخ جمهوری رو میگیره و رئیس جمهوری میگیرند و حالا این حوادث داره در اردن میگذره، در اونجا اون حوادث میگذره، حافظ اسد همه رو میگیره و اونجا هم لشکر ارتش سلشکرشون تسلیم میشن. حافظ اسد پیام میفرسته برای اینها که ما مداخله در این امر نداریم و مسببین این هم مجازات میشه. عطاسی و اینا دار دستش رو میگیرن، همه رو میبرن در حلب زندانی میکنند و حافظ اسد خودش رو رئیس جمهور میکنه و رئیس جمهور میشه و ارتش اردن با موفقیت تمام منطقه این که اینا گرفتن، بلافاصله نیروی هوایی شروع میکنه عراقی ها رو بمباران کردن، عراقی ها شروع میکنه اعتراض کردن که ما رو چرا بمباران میکنید، اینا میگن که
ما خیلی متاسفیم، شما از سربازخونتون از زرقا اومدید بیرون و ما نتونستیم تشخیص بدیم که شما عراقی هستید یا سوری، در صورتی که درست نبود. و برای اینکه این اتفاق دیگه پیش نیاد شما فورا نیروهاتون رو برگردونید به زرقا. اینا فورا نیروهاشون رو برمیگردن به زرقا. ولی در این عملیات یک زرقا یه سربازخانه بود که پایگاه نیروی هوایی اردن بود و نصفش هم عراقی ها لشکراشون در اونجا مستقر کردن. اینا وقتی هواپیمای هاکر هنتر پرواز میکنه میان فرودگاه هم میگیرن. در نتیجه هواپیمای هاکر هنتر وقتی برگشتن جا نداشتن بشینن، مجبور شدن رفتن در H3 که یه فرودگاه نفتی بود، در اونجا هواپیماشون نشست و در اثر بمباران عراقی ها هم بادارشون میکنن که زرقا رو تخلیه بکنن، هم بادارشون میکنن در اون منطقه که اینا تعیین کردن بره در اونجا مستقر بشن. پس قائله خارجی ها در اونجا خاتمه داده میشه، با این تفاوت که هنوز نیروهای فلسطینی در جرش بودن که بعد از این مدتی هم حمله میکنن به جرش و فلسطینی ها هم محاصره میکنند و فلسطینی ها هم همه تسلیم میشن. جالب بود که اسرائیلی ها در این موقع تعداد زیادی هلیکوپتر فرستن و عده از فلسطینی ها رو از دست اردنی ها گرفتن و بردن که اینا ظاهرا مأمورینشون بوده. یعنی در اون موقعی که فلسطینی ها رو فشار آوردن بهشون، ارتباطشون رو با مرز سوریه و نیروهای عراقی قطع کرده بودن و این طرف هم مرز محل اشغال اسرائیل بود و فلسطینی ها تسلیم می شدن، هلیکوپترهای اسرائیلی آمدن نشستن، یه دست فلسطینی ها رو برشن بردن و تمام اسلحه فلسطینی ها رو اینا جمع‌آوری کردن که بعدا همه رو دادن به ایران، که دادن اینم به ایران داستان دیگری است که با مسئله اکراد ارتباط داره که بعدا در مسئله اکراد براتون شرح خواهم داد. در اینجا اردن شروع میکنه به کشف انبارهای اسلحه‌ای که زیر عمان بود، در اون دخمه های چون زیر مقادیر زیادی اسلحه اینا گیر آوردن که واقعا وسایل پیشرفته ای، دستگاه های مخابراتی پیشرفته ای داشتن که ارتش اردن به قول ملک حسین میگفت ما اگه اینا رو میداشتیم اصولا اسرائیلی ها شکست میدادیم. تا حد آرامش به اردن برگشت و عملیات پاک کردن منطقه پیش آمد و بعد از این جریانات موضوع تعویض ما در سفیر ما در لبنان پیش اومد و بنده سفیر شدم در لبنان. قبل از اینکه بریم به بگردیم به لبنان، در این مدت که شما در اردن بودید و این اتفاقات می افتاد، شما مداومن یا غالباً یا به چه ترتیبی با ملک حسین ارتباط داشتید؟ بله، ما دائماً در ارتباط بودیم و حتی موقعی که سفارت ما رو بر حسب تصادف ارتش اردن بمباران کرد، یعنی با توپخانه بمباران کرد، بلافاصله امیر حسن ولی عهد آمد به سفارت و معذرت خواهی کرد و گفت فقط اشتباه شده بوده و چون اونجا در لب خط زد و خورد بود ما منتقل کردیم خودمون به دفتری که متعلق بود به ملکه مادر و ما رفتیم به اونجا. ما خوشبختانه قبلا پیشبینی کرده بودیم چون مسئله خاربار خیلی مهم بود، خاربار آب بسیار مهم بود، چلوله ها قطع شده بود، برق نبود، آب نبود، هیچی نبود. ما هم جنراتور داشتیم و هم دستگاه بیسیم داشتیم و آذوقه بعد کافی داشتیم
و در منطقه بودیم که به آسونی با ملک حسین در ارتباط بودیم، مرتب می رفتیم و هر روز با هم همدیگر رو می دیدیم و تمام تقریبا دستوراتی که ملک حسین و طریق سفارت ایران می آمد، یعنی سفارت امریکا پارالیزه شده بود در اونجا، گرفته بودن اصلا سفارت امریکا رو. و بعد از اون جریانات هم که خب سفیر امریکا رو بیرون کردن، سفیر جدید هم آمد و مجددن برنامه تحویل از ملک حسین پیش آمد و مقادیری اصل و مهمات دادن به اردن و راجرز اومد اونجا که قرار بود بیاد نیامده بود، معذرت خواهی کرد. بعد هم ملک حسین برای اینکه نشون بده میزان موفقیتش چقدر بوده با راجرز شخصا رانندگی کرد، رفت در تمام این کمپ های فلسطینی ها همه رو به راجرز نشون داد. مطلبی که اینجا بنده فراموش کردم قبلا خدمتون اشاره شده بود و اون که در اونجا دار دسته بختیار که رفته بودن در ژنو، اینها موقعی که بنده کاردار بودم در لبنان مرتب می آمدن و اونجا و می رفتن، منم از محل ملاقات اینا اطلاع داشتم. و در حقیقت به شما بگم که منشی مخصوص ایشون مأمور ما بود، یه شخصی بود به نام بحرالعلوم، عراقی بود، فارسی خوب صحبت می کرد و با این آخونده تماس داشت و این تمام ارتباطات اینها رو نامه هاشون می آورد به ما می داد و ما در جریان کارشون بودیم. می آمد اجسن در اون هتل کورال بیچ ملاقات می کردم، سید موسای صدر بود و عده دیگری بودند، روحانیون سوریه بودند و عرض کنم همون آقای سرهنگ پاشایی دکتر بود که می آمد اونجا و می رفت، یه عده دیگری می آمدن و با عده از رجال ایران در تهران تماس داشتن که ما از روی نوشته ها مستحضر می شدیم. هر دفعه دستوراتی که می اومد که به مقامات لبنانی بگیدیم مطلب رو، من استدعا می کردم که مطلب مسکوت باشه بهتره، چون ما وقتی اینا ندونن ما مراقبشون هستیم ما بیشتر می تونیم اطلاع جمع آوری بکنیم تا موقعی که بدونن ما مراقبشون هستیم. ولی در سفر بعدی که میاد اونجا، خب سفیر بدون اطلاع بود از این جریانات و منجر میشه به اعتراض سفیر رو، منجر میشه به گرفتن بختیار رو، که اون داستان مشکل بختیار رو در اونجا به وجود میاد که بعدا خدمتتون عرض میکنم. ولی در حینی که بختیار میامد و میرفت، اینها برای اینکه تهران رو متزلزل بکنن در نظر میگیرن دو تا از مامورین امنیتی که در خارج از کشور سفیران ترور بکنن، که یکیش بنده بودم و یکی هم مرحوم پیساف پاکروان بود. پاکروان در این زمان در پاکستان سفیر در رخه در پاریس بودن. بعد بنده خب ما از همه جا بی اطلاع بودیم. اولین کسی که من تلفن کرد آقای خونساری بود، از وزارت خارجه تلفن کرد، گفت یه نفر قرار با این قیافه و این شکل و سن در حدود 21 دو سال و قد کوتاه و سبزه و فلان میاد اونجا و میاد با شما ملاقات بکنه، نه این قصد ترور داره مراقب خود باشه. بلافاصله از سواک من این هم جریان آمد و ما در زمان زد و خورد اردن برای حفاظت سفارت درخواست کرده بودیم یه دسته رنجر از تهران آمده بود که اکثرشون از بهترین پاراشوتیست های ما بودن، آمده بودن، بسیار تیم خوبی بود و سپسشون سروانی بود که متاسفانه در زفار کشته شد. اون به خوبی از سفارت محافظت میکرد و اون سروان خلعتوری که کشته شد، این اجازه نمیداد که اینا بیان تو. گفتم نه، با
و مسئولیت من وابسته نظامی هم سرلشکر منصوری که در اون موقع سرهنگ بود اونم با این رئیس گارد ما موافق بود. گفتم نه بایستی حتما بیادین تو، باید حتما در این جرم ما اینو بگیریم که اینا بعدا منکر این مطلب نشن، چون ما بایستی بتونیم مدرکی داشته باشیم که اینو دستگیر بکنن. و وقتی که میاد دم در بلافاصله خبر میدن که آمد. قبلا پیش بینی کردیم که من پشت این درها و درام باز مأمور رنجر گفتم که اگر این محضی که خواست تغییر حالت بده اینا بلافاصله بیان تو. من حاضر حرف بنده رو اینا اینجا رئیس گارد بیشتر محافظت کرده بود، وقتی این آمد تو گارد پشت سرش آمد تو وایستاده بود و آمد گفت من یه سری اطلاعات فارسی هم صحبت میکنم به لهجه عربی، گفت ما یه سری اطلاعاتی داریم برای که به شما بدیم، یه عده اصلا میخوان اعلیحضرت ترور بکنن فلان ها. گفتم خب اون عده چرا میان به سفارت؟ گفت نمیتونن بیان، میخوان من شما رو ببرم اونجا پهلو اونا. ظاهرم برنامهش این بود که من از سفارت به این عنوان ببرن جایی و اونجا بکشم و بعد اعلام بکنم. من گفتم نه احتیاج به این مطلب نیست و اگر کسی چیزی میخواد بده بایستی بیاد اینجا بده به سفارت، ما کاملا ازش محافظت میکنیم در اینجا که هیچ نگران چیز نباشه، مقامات اردنی نباشه. این یه دونه پیرهن عربی بلند پوشیده بود، زیر این پیرهن عربی یه دونه برتا انداخته بود اصل ایتالیایی با خفه کن زیرش بود. البته من فکر نمی کنم دست کرد واقعا که اسلحه در بیاره، ولی این به محض که دستش رفت به طرف جیبش گارد پشت سر با این ته مسلسل پس گردنش خورد زمین و مسلسل گذاشت سرش، پیرمش زد بالا و اسلحش در بردن و گفتن باید اقرار کنید. و گفتم ببین ما مأمورین ما برای دفاع از جان سفیر تو اینجا میتونم بکشم، اسلحت هم گرفتیم، ولی اگر چنانچه مطالب رو بگی ما برد میکنیم بری. گفت که بله من دبیر دوم سفارت عراق در کویت استخدام کرد، بردن به مسکر الرشید در بغداد، اونجا با بختیار ملاقات کردیم و من و شوهر خواهرم و اون یکی برادرم و اینا ما تربیت کردن و ما 6000 دینار اردنی دادن که برادر زنم بره به تهران، شوهر خواهرم بره به تهران و منم بیام سراغ شما. آمدم قبلنم آمدم اینجا و اینجا سفارت شلوغ بود نتونستم بیام، امروز آمدم و من قصد نداشتم، من پشیمان بودم فلان نه. گفتم به وابسته نظامیش فورا ضبط صوت بیارید و مطالب رو ضبط بکنیم به دو زبان فارسی و عربی روی نوارهای جداگانه، به این دلیلی که مقامات اردنی به طور قطع منکر خواهند شد وقتی ما تحویل دیم از نظر امنیت کشور خودشون که هم چیز اتفاق نیفتاده، میگه نه این همچین نظری نداشته، نیست که ما قبلا صدایی داشته باشیم که بعدا ما نتونن منکر بشن. و تصادفا همینطور هم شد، ما بعد اینکه اطلاعاتون از این گرفتیم تلفن کردیم که کسی اومد اینجا قصد کشتن من داشت، گرفتیم شو بیاریم تحویل بدیم به شما. بعد و روز بعد تلفن کردیم که چی شد، گفتن نه چیزی نبوده، این همچه قصدی نداشتی، البته اینجا همه فلسطینی ها میدونید مسلح هم فلان اینا ها و همچه چیزی نبوده، مورد سوء تفاهم شده و اینا. گفتم که حالا پس من یه نوار برای شما میفرستم و بعد از شنیدن این نوار قضاوت بکنیم، این نواری که به عربی تهیه کردیم براشون فرستم. بعد خب البته محاکمش کردن، محکوم شد به 5 سال حبس و مطالب
چند روز بعدش که تلگراف از تهران اومد که از ملک حسین درخواست کنید این رو ما چند روز قرض بدید بفرستیدش تهران، ما میایم میبریمش تهران. ما این رو برای چون اون شوهر خواهش در اونجا اطلاعاتی داده بود که این چیزایی میدونه اضافه بر اون چی که من میدونم در مورد بختیار و محل اقامتش و فعالیتاشون. این حالا با خود شما در ارتباط با بختیار حرف زده بود این چیزی از راجب بختیار؟ نه این فقط گفته بود، گفته بود که بله نه این اون دبیر دوم این فقط گفته بود دبیر دوم من رفتم اونجا با بختیار ملاقات کردم، ما رو بردن در عسكر الرشید اونجا ما تعلیم دادن، اتاق شما رو کشیدن و جای شما روشن کردن و چطوری و تمام نقشه سفارت دادن اینها به من پول دادن و اینا من فرستادن اینجا. در مورد فعالیت نه من سوالی کردم نه یعنی ما اونچنون به یه جریان مقابله شده بودیم که در فکر اینی که یه همچی چیزایی هم دنبال بکنیم نبودیم، ما فقط بخواستیم مطلب مرتب خودمون رو در بیاریم. من به ملک حسین گفتم، ملک حسین گفتش که حتما این کار میکنیم ولی خواهش میکنم برش گردید. گفتیم نه با تو هرنم گفتن برمیکردم برمیکردم. یه آپمای دو موتور از تهران آمد با یه گارد و تحویل گرفتن بردنش تهران. بردن شده یه 10-12 روزی تهران بود و بعدم برگردوندند و خیلی هم راضی بود و پول موله هم بهش داده بودند و توصیه هم کرده بودند که از مقامات اردنی شفاعت بکنید مرخصش بکنید. اون شفاعت که بعد 4-5 ماه مرخصش کردن. اطلاعاتی که این در تهران داد و اطلاعات دیگری که جمع کرده بودن از تمام فعالیت بخیر یعنی از فعالیتش نمیشه گفت از اون محل مقرش و ارتباطاتش اینا مستحضر شده بود. در نتیجه در میفرستن به اونجا به عنوان این که هاپما دوزن هاپما میدوزن میبرن به اونجا هاپما میشیند و بعد خودشون تسلیم مقامات عراقی میکنند و مقامات عراقی هم یاد برن پل بختیار رو. یکیشون از اون افسرهای بود که سابقا با بختیار همکاری کرده بود و بختیار اینا رو مشکل مشوار خودش میکنه و در نتیجه بختیار رو توی یکی از این چیزهای تفریحی شکارگاهاشون بختیار میزنند و که از این ستا یکیشون کشته میشه، یکیشون زخمی میشه، یکیشون فرار میکنه برمیگرده. اون زخمی هم میگیرن و بعدا سربنیستش میکنن وقتی عربت تصمیه رفت و این داستان اردن بود که بنده آمدم به بیروت. موقعی که من مأمور شدم بیروت این سال 73 سفیر لبنان شرفیاب میشه و میگه که مقامات فلسطینی و روحانی به ما اخطار کردن که اگر سفیر ایران بیاد اینجا ما میکشیمش. حالا بنده از بیروت از اردن آمدم به تهران که استوانه بگیرم و برخورد کرده به این مسئله. عوضت فرمودند که به از سفیر لبنان بگید که شما یا میتونید از جان سفیر ما حفاظت بکنید یا نمیتونید. اگه نمیتونید ما سفیر نفرستیم و اگر میتونید ما سفیر اون قدر. سفیر اردنم از دولت معلش جواب میگیره و جواب میده که نه ما حفاظت از سفیر ایران رو عهده میگیریم ولی رئیس جمهور امریکا را در امریکا در خاک امریکا ترور کردن، اتفاق ممکنه بیفته، بنابراین ما مسئولیتی چیز حفاظت میکنیم از سفیر تا اونجا که بتونیم. عوضت در این موارد همیشه خیلی محکم و جدی بودن، یعنی این تصمیم که میگرفتن تغییر نمیدادن. معهازا روزی که شرفیاب شدم که استوارنامه بگیرم با مرحوم خردبری فرمودند که قدر داری میری تو لونه زنبور میخوای بری؟
گفتم امر اعلیحضرت همیشه مطاعه. بلافاصله فهمیدن که از یکی از اتومبیل های ضد گلوله منو با هواپیما بفرستید در خلال دو سه روز آینده به بیروت که وقتی سفیر وارد میشه با اتومبیل بره. سه بنده رفتم اونجا و با این پیش درآمد، حالا جراید اونجا هم حملات شدید رو شروع کردن به من که این مأمور سازمان امنیت، این نمیدونم سرتیپ، اون موقع من سرتیپ بودم. و البته من لازم اینجا عرض بکنم که من در سرهنگی از ارتش استعفا دادم و منتقل شدم به نخست وزیری، ولی کن حوادث اردن که پیش آمد، ملک حسین که شرفیاب شده بود گفته بود که سفیر شما به ما کمک های زینفی کرد در اونجا و اگر اون نبود شاید ما خیلی موفقیت هامون به صورت عمل در نمی اومد. خب هر ازاد هم فرمودن که چون هم نشان همایون به من داد بودن، نشان همایون درجه یک، هم تاج درجه دو، هیچ جایی باقی نمونده بود، دست رو فهمیدن که فرانکه از سرکیبش کنید و عرض میستن که این اصلا نظامی نیست. فرام میدونم منتقلش کنید یه روز به ارتش سرتیب بشه باز برگرد. نظر بند به فرمان یه روز آمدم به ارتش سرتیب شدم، باز برگشتم منتقل شدم به نخست. مجددا همین داستان در بیروت اتفاق افتاد بعد از ده سال 75، باز بنده رو برای یه روز منتقل کردم به ارتش سرلشگر کردم، باز مرتبه برگردوندن که اینا خب صرفا عنایت اعلیحضرت بود و واقعا خدا رحمتشون کنه که نهایت توجه رو مرعوسینشون داشتن. و جراید بیروت حملاتشون شروع کردن قبل از اونی که بنده بیام، با اون تهدیدهایی که کرده بودند و سفیر لبنان گفته بود، بالاخره بعد رفتم. حالا اونجا بنده خب طبق فرمول سیاسی با زعمای قوم بایستی ملاقات بکنم، رئیس جمهور، بعد از رئیس جمهور باید برم نخست وزیر رو و بعدم در اونجا به توی که استحضار دارید در لبنان مقامات مذهبی که از قدرت‌های محلی هستن، مثلا پاتریارش مسیحی ها، مارومیت ها، یه قدرتی است در اونجا که شاید در حدود رئیس جمهور یا مفتی فلسطینی ها حسن خالد، اون قدرتی بود در اونجا. و امام شیعیان که رئیس مجلس عالی شیعه بود، اون هم قدرت سومی شده بود که داستانش رو بعدا به عرض رو میرسونم. بنده بعد از ملاقات با رئیس جمهور با پاتریارش موشی ملاقات کردم، بعد از پاتریارش موشی با حسن خالد، مفتی حسن خالد ملاقات کردم، بعد با امام موسی صدر ملاقات کردم. و خب من میدونستم تمام از ناحیه موسی صدره، برای اینکه داستان بختیار و کشف بختیار و تمام تشکیلات رو من موقعی که سفر قبلم در اونجا بودم کرده بودم و نمیخواست که من برم به اونجا، تمام این صحنه ها رو میساخت که من نرم به اونجا. و بعد اینکه رفتم خب دست از مخالفتش بر نداشت. گفت امیدوارم که با هم مدت اینجا که شما هستید روابط دوستانه داشته باشیم. گفتم با هم روابط دوستانه داریم، دلیل نداره با شما که امام شیعه هستید روابط غیر دوستانه داشته باشیم. بعد 15 روزی گذشت، هیچ کس ملاقات من رو بر نگردوند، یعنی قرار قسم نبود، ولی این درخواست کرد که بیاد بازدید من. موسی صدر آمد به بازدید، ولی
قبل از این چی بیاد تلگراف آمد که البته بنده موقع این قبل از این باید یه داستان عرض بکنم بیام به اینجا. وقتی که من در اردن بودم آقای رکنالدین آشتیانی که سفیر بودن در اونجا یه نسبت دوری با سید موسی سعد داشتن. عبدالناصر هم از بین رفته بود، قدرت منطقه هم شده بود اعلیحضرت. سید موسی سعد در صدد این بود که خودش رو بچسبونه به اعلیحضرت. خب عمل بسیار صحیحی کرده بود آشتیانی، از این فرصت استفاده کرده بود و بلا فاصله خب قوم خویشی هم درش تأثیر داشت، اینه برداشته بود ورده بود به تهران و سید موسی سعد شرفیاب می شود و در اونجا ذهن اعلیحضرت رو قبلا آشتیانی حاضر کرده بود که باید به اینا کمک بکنن. اعلیحضرت به این وعده $30 میلیون کمک میدن که یک دانشگاه شیعه درست بکنن، بیمارستان و دانشگاه و مؤسسه و فلان اینا رو کمک بکنن. اینم خیلی خوشحال از این مطلب برمیگرده، ولی از اونجایی که طبیعت درو و نابکاری داشت این با قدافی هم در تماس بود، میره مسجدی در مونیخ به نام قدافی که مسجد رو قدافی ساخته بود افتتاح بکنه، در اونجا تملق زیادی به قدافی میگه و حملاتی به اعلیحضرت میکنه به خیال این که اینا مستمعین همه عرب هند و اهل لیبی و فلان اینها. ظاهرا یکی از مأموری هم در اونجا بوده و به عنوان مخبر رادیو تلویزیون ایران و تمام مذاکرات رو ضبط کرده بود. این رو میفرستم حالا بعد از این جریان به کلی به اطلاع هم. این نوار در موقع این نوار در اون خلالی بود که هنوز علاوه از این نوار مستحضر نبودن، ولی اطلاع داشتن که این با مقامات لیبی در تماسه تا این نوار میرسه. نوار که میرسه در تصمیم اعلیحضرت تشکیل نظر میشه و اول آشتیانی بازنشستش میکنن و دستور میدن که من برم به لبنان، شرفیاب میشن، فهمن که گفتم $30 میلیون به این سید موسی بدن. بهش نمیگید که بهت نمیدیم ولی بازیش بده. یعنی پس وقتی که شما رفتید به لبنان به عنوان سفیر این مسائل شناخته شده بود؟ شناخته شده بود. در نتیجه سید موسی سعد که نمیدونست داستان چه اتفاقاتی پشت صحنه افتاده، این تصور میکرد که من نمیذارم این پول بگیره، آمد که بله اعلیحضرت در بازدیدی که اومد مطلب مطرح کرد که اعلیحضرت من شرفیاب شدم، مرحمت فرمودن و گفتن $30 میلیون میدیم و فلان اینا. گفتم اخبار میدونید که اعلیحضرت یه امر فرمودن ولی این باید تا جریانات قانونی شو طی بکنه و فلان اینا، ولی خب اپ تو دیت بود چیزاش اطلاعاتش. گفت نه در آقای هویدا بردن مجلس تصویبم شده، تو بودجه دولت هم منظور کردن همه اینها هستش و حاضره، فقط شما باید بخواید فلان. خب سید موسی سعد آدم بسیار باهوشی بود، متوجه بود که ما نمیخوایم بدیم، ولی نمیدونست که دلیل ندادن ما چیه. این تصور میکرد که من صد ما بین این کار هستم، در حتیش یا طرح ترور من ریختن چمران و طرح ریختند و اولم طرحشون به این ترتیب بود که من رو در راه سفارت بدوزن ببرن به یه منزلی در حازمیه و در اونجا سرنیست بکنم. یکی از مامورین امنیتی این رو کشف کرد، یعنی اون کسی که عامل این کار بود در یک عمارتی بود که با یکی از محصلین ایرانی در ارتباط داشت. ارتباطش هم نه به خاطر استفاده از این بود، این محصل ایرانی یه خانم بسیار قشنگی داشت و اون فلت شیعه لبنانی
تمایل نسبت به این زن پیدا کرده بود. این زنم آزاد بود، زیاد زن محدودی نبود و در نتیجه این برای خودش رو بزرگ نشون دادن، برای این داستانا رو برای اینا تعریف میکرده. ما میگیریم همون شیعی که حالا در تهران مدیر کل تبلیغاته، اسمش در صورت این برای خود نمایی. ما هر روزی بخوام سفیرتون رو میگیریم، همین روزا میگیریم میبریمش توی خانه هاضمه، یا کلکش میکنیم، فلان میکنیم اینا. این فورا اطلاع میده، اطلاع داد و ما مراقب بودیم ولی نمیستیم از کدوم جهت چجوری. تا اینکه یه روزی من از رزیدانس میرفتم به دفتر، خب بعدم یه خورده کوتاهی کردن در اینجا باید عرض کنم، چون از تهران مامورین فرستادن، باز دو مرتبه 32 تا مامور گارد فرستادن که مراقبت بکنن از ما، ولی که مامورین رو جانشون رو در خطر نندازن تو این زد و خوردها، همون گارد لبنانی که جلو اتومبیل میشست به همون اکتفا کرده بودن. دیگه اتومبیل جلو بیاد و عقب بیاد اسکورت بشین استفاده نکرد. از جاده کنار مدیترانه که می آمد به طرف دفتر سفارت می آمدم، دیدم یه عرب اونجا بسید. معمولا عرب هم خب اتومبیل رد می شه، گاهی پوست پرتقال پرت می کنه، سنگ می ریزن از این چیزا. اون جوانی بلیز قرمز پوشیده و یک چیز مثل پرتقال دستش پرت کرد به طرف اتومبیل. تا اون موقع من فکر این که ممکنه این باشه، اون کسیست که باید بزنه باشه نبودم. نارنجکی بود، خیلی هم نارنجک قوی بود، در حدود 40 سانت از آسفالت خیابون کنده بود و خورد به خارج اتومبیل، به کلی خارج اتومبیل خورد کرد. و البته اون روزم روشن شد که اتومبیل های علازت من نواقصی داره و اون نیست که اتومبیل ها در این شرایط بایستی اتومبیل های زده گلوله، لاستیکاش باید زده گلوله باشه، لاستیکش پنچر شد و باتریش هم که در عقب بود سیم باتری قطع شد. راننده لبنانی برام نتونست بفهمه چیه. این با عجله پرید خیال که مینی چیزی اتومبیل زیر اتومبیل بوده، با عجله پرید مینی اتومبیل چه خسارتی دیده. و در اینجور عملیات هم معمولا منتظرن که سرنشین اتومبیل پیاده بشن مسلسل بزننشون. سر زدن تو اتومبیل رو سوار شد، تا جمعیت جمع شدن پیاده شدیم با یه وسیله دیگه رفتم به سرنشین. اون اصلا لب کنار جاده مدیترانه، جاده ساحلی، دو تا خیابون بود، یکی پایین بود یکی به اندازه 3 متر بالاتر بود. این اینجا که پرتاب کرد یه دونه جیب بالا منتظرش بود، پرید بالا سوار جیب شدن رفتن و هیچ اثری از اینا گرفته نشد. ولی مقامات لبنانی البته بلافاصله شمعون آمد به سفارت، نخست وزیر آمد، وزیر خارجه آمدن، همه یکی یکی آمدن اظهار تأسف کردن از این حادثه و فلان ها. ولی خب اطلاع نداشتن که داستان از کجاست و یا میدونستن به رو خودشون نمی آوردن. من با اون رئیس امنیتشون گفتم شما بی خودی این برون بر میگردید، زارب و یا رئیس زارب در فلان امارت طبقه 8 امارت اتاق شماره فلانه، برید اونو بگیرید. و اینا روی توصیه ما راه رفتن میگرفتن، اونم اقرار کرد بله همچی داستانی بوده است و فلان نه. ولی من عامل نبودم، من اطلاع دارم از این مطلب. روی فشار خب سید موسی صدر، روی فشار سید موسی صدر بعد از 3 ماه مردک رو از زندان آزاد میکنن، ولی البته اخراج میکنن از لبنان، چون ایرانی بود، از ایرانی های مقیم لبنان بود و
اخراجش میکنن، به این ترتیب میبرنش لب مرز سوریه، میفرستنش سوریه. چند روز بعد هم یه دونه گذرنامه سوری برای سید موسی میگیره، مجددا برمیگرد میاد به علبک به عنوان سوری. حالا به عنوان سوری با اسم دیگر. اون دورا دور مراقب بودیم ولی دخالت نمی کردیم مقامات لبنانی بگیم که آقا این آمده در بحل بچه، تا اینکه مطلع شدیم که میخواد بره به ایران. در اون موقع ثابتی آمده بود مدیر کل اداره سوم شد. ثابتی گفتم همچی داستانیست و این مردک رو بگیرید. گفت شما وقتی حرکت کرد ویزا گرفت فلان نام به ما اطلاع بدید، ما هم برای این که بدونیم که کی میرن و چی میره و چجوری میره، بعد از اون که ویزا میدیم به گذرنامه سوریه این با اسم مستعارش بلیط هواپیما میخواستیم. ولی اونا از ما زرنگتر بودن، این بلیط هواپیما رو نشون داد ولی با اتومبیل آمد به قصر شیرین و آمد به ایران، شکست هم نخورد و بعد از چند روز هم من آمدم به تهران. بعد پردیس ثابتی من تلفن کرد که این مردک تو تهرانه و از طریق قصر شیرین آمده، مراقب خود باش. یه دم فرستاد برای محافظت منو. بعد از چند روز هم گرفتنش رو محاکمش کردن و محکوم شد به اعدام. باز طبق معمول یه درجه تخفیف گرفت و تو زندان بود تا بعد از انقلاب در آمد، شد مدیر کل تبلیغات. روزی که این داستان پرتاب کردن نارنجک به اتومبیل اتفاق افتاد، تلفن کردم با سید موسی صحبت بکنم. گفتن امام نیسته. گفتم که کمران بود. گفتم که پس به امامتون بگید که سفیر صحیح و سلامته و به شما سلام میرسونه، بگید که شما اشتباه کردید از این عملی که کردید. دو ساعت بعدش تلفن کرد که من خیلی متاسفم، نبودم و فلان این حرفا. گفتم بله بله، خوب متاسفانه از نظر شما و خوشبختانه از نظر من اتفاق نیفتاد. گفت نه، هیچ همچی چیزی نیست، متاسفانه از طرف من نیست، خوشبختانه از طرف ما. خب این داستان ما در اونجا با گروه سید موسی بود و دورادور مراقب اینا بودیم که اینا فعالیتشون رو میدونستیم. برای اینکه جناب علی بیشتر روشن بشید که سید موسی صد اصولا کی بوده، مجبورم داستان سید موسی رو بگم برسونم به اینجا. در زمانی که آیت الله بروجردی مرجع تقلید بودن در قم، امام مسجد سور شخصی به نام شرف الدین این فوت میکنه. مرجع تقلید در اون مورد، خب جناب علی میدونید که اینا بودجه بسیار هنگفتی در اختیارشونه و تمام این مساجد شیعه در تمام اقصا نقاط دنیا اینا بهشون کمک مالی میکنن و مسجد سور هم یکی از اونها بود. در نتیجه امام جدید، یعنی امام مسجد، البته که اینا بعدن این امام رو خودشون گذاشتن و شدن امام. بله، مسجد سور در لبنان. در لبنان. سور در حدود 80 کیلومتری جنوب بیروت و در حدود 10 کیلومتری مرز اسرائیل. بله بله. بعد این امام مسجد سور که فوت کرد، از آیت الله بروجردی میخوان که یه امام جوان بفرسته در اونجا، چون روحانیون لبنان اکثرا عوامل، یعنی عناصر پیر و فرسوده ای بودن و همشون هم پولکی، که اینا با 500 لیره 1000 لیره لبنانی از این ور از اون ور گرفتن خریده می شدن. اینا آمدن که یک مرجعی درست بکنن یا امام جوانی بیاد فلان بتونه
تمرکزی بده در یه جا فلان ها، درخواست کردن که آیت الله بوجردی کسی بفرسته. آیت الله بوجردی شخص رو انتخاب میکنه برای اونجا، ولی کم بلافاصله سید موسی صدر از این موضوع مستحضر میشه. سید موسی صدر هم از شاگردهای آقا بوده، آقای بوجردی مستحضر میشه و نمیتونست خودش رو اصلا اقدام بکنه. صدا عمل طباطبایی، جناب رئیس شنیدید آخر، این صدا عمل طباطبایی یکی از عناصر با نفوذ بین روحانیون بود و دوست همه کاره بختیار بود. هر شب با بختیار بود و از هر فرقه ای هم بگید اهلش بود. این خودش مکلا بود، خودش مکلا بود، بله مکلا بود. سه عمل طباطبایی که همین این یکی، سه صادق طباطبایی هم که جزو همین داردار دست هست، قمخش اینه، اینا قمخش هم با بله بله. خود سید عمد هم با سید موسا قمخش بود دیگه. سید عمد پسر عمش بود و پسر دایی بود، پسر عمه و پسر دایی بودن با سید موسا. با سید موسا سید عمد اون فسیبال بختیار که به آیت الله توصیه بکنید من برم، ولی نگید از طرف ما بود. سید عمد میاد این رو به بختیار میگه، حالا بنده مدیر کل رئیس اداره خاورمیانه هستم، متشکرم. و این بعد از سفر دمشق منه، نه خیلی قبل از سفر دمشق منه، هنوز من دمشق نرفت. بعد معرف بعد اون موقع رئیس اداره بودم، مدیر کل نبودم، رئیس اداره خاورمیانه بود. یه روز دندر احضار میکنن که برای ظاهرن روی توصیه صدا عمل طباطبایی به چیز میگن، به آیت الله بوجردی توصیه میکنن که اگه موافق باشید این بره از نظر این که مورد توجه فلان ها متشکرم. آیت الله بوجردی هم همکاریه، یعنی همگامی داشت، نمیشه که همکاری داشت، یعنی اینکه چیزی که دولت میخواست روش نه نمیگفت، مگر اینکه برخلاف مسائلشون بود. و چون سید موسی از روحانیونی بود که هم یعنی روحانیونی برجسته، از خانواده برجسته روحانیون بود و تحصیلات عالی داشت و مورد توجه بروجردی هم بود، موافقت میکنن. سید موسی صدر رو دستگاه از زمان دانشگاهش میشناخت، بعد شما پروندهش در تهران خوندم، در دانشگاه تهران که تحصیل میکرد داشته علوم سیاسی میخوند و عادت همیشه مؤمن بود، ولی چند اکثرا لباس در میآورد و خیلی به جوان فوق العاده خوشگلی بود، فوق العاده قد بسیار بلندی، از یه سال از من بلندتر بود، خیلی خوشگل و خیلی مورد توجه خانم‌های درجه یک تهران و تو تمام جلسات آنچنانی هم راه پیدا کرده بود و اینها، و زیاد توجه به سیاست و درس اینا نداشت و اشروب و تریاکی گاهی بزن و اینها همه توی تمام این داستان ها بود. تو یکی دو تا از این تظاهرات دانشگاه برخورد کردن با آقا با عمامه که اسم سید موسی صدر برای اولین مرتبه در دستگاه اومد.